آقا جمیل، به هم بگید که توی شرکت همه چی خوب پیش میره یا نه؟ بله آقا، همه چی خوب پیش میره و کارمندا خوب کار میکنن. اما به هم بگید موضوع چیه؟ آقا من حساب شرکت رو چک کردم، 1,300,000 از حساب شرکت برداشته شده. به جز اون آقا ظفر تو چند روز گذشته 1,100,000 بازم از حساب برداشت کرده. آقا این پول برای جای صرف نشده. و آقا شاهد اون بیچاره هم من، چی کار کنم؟ گیج شدم. از حدس من درست از آب در اومد. شما حواستون به کارا باشه و از این بعدم کارا رو خودتون انجام بدید و ببینید توی شرکت داری مورد به کسی چیزی نگید. باشه آقا، چشم. اما آقا بگی شما کی تشریف میارین؟ اینقدر کارا به هم ریخته شده که تنهایی نمیتونم درستش کنم. آقا جمیل، هر روز اومدن برای من یه خورده سخته. شما چرا یه کاری نمی کنید؟ یکی رو پیش خودتون بیارید، اینجوری حجم کارا کمتر میشه. اگه شما مناسب بدونید پس من... آره، بگید کیه؟ آقا داشتم فکر میکردم بهادر رو دوباره استخدام کنیم. اون کسیه که در جریان همه کارهای شرکت هست و خوب میدونه باید چی کار کنه. آقا بهادر قبول میکنه؟ بله آقا، چرا قبول نکنه؟ اون خیلی براتون ارزش و احترام قائله. اما قبلا فرق داشت. اما من مطمئنم قبول میکنه. باشه، میتونید باش حرف بزنید؟ ممنونم آقا، من به زودی باش حرف میزنم و به شما خبر میدم. ممنون. اقبال خودشون بهم گفتن. حرف منو نه، لااقل حرف اونو گوش کن. پسرم اون الان تواناییشو نداره که به شرکت، زمینا و کارخونه رسیدگی کنه. و راستشو بپرسی، منم دیگه توانایی کار کردنو ندارم. ما به نیروی جوانی مثل تو واقعا نیاز داری. اما چرا من آقا جمیل؟ نیروی جوان بیکاره با استعداد زیادن، اونا چرا نه؟ تو نه تنها کارمند قدیمی و وفادارشون هستی، بلکه فامیلشون هم هستی. آقا جمیل لطفاً اینو نگید که فامیلشم. باشه پسر، بذار حرفمو کامل کنم. ببین چی میگم. ما به جز تو به کس دیگه اعتماد نداریم. حالا یه نفر معتمد مثل تو از کجا پیدا کنیم؟ همین الانم آقا اقبال به خاطر ظفر یه عالمه. ظفر چی کار کرده؟ بگو چی کار نکرده. تقلب، خیانت، دزدی. پسر من نمیخواستم اینا رو بهت بگم، اما برای قانع شدنت مجبور شدم بگم. ببین پسرم، لطفاً دیگه نه نگو. از فردا بیا شرکت، کارتم شروع کن. ای وای، بهادر، پسرم هنوز تو اینجایی؟ دیر وقت شده، نمیخوای شب بری خونه؟ آره میرم آقا جمیل، فقط یه سری کار مونده که باید انجام بدم. پسرم، تو حرف منو زمین ننداختی، خیلی منو خوشحال کردی. راستشو بخواید من دوباره نمیخواستم برگردم. آره میشناسم، هم تو رو هم غرور تو. اما بذارم، بعضی وقتا شرایط بد عزیزامون از غرور خودمون خیلی مهمتره عزیزم. آقا اقبال تو شرایط بدیه، تو با همکاری باش و رسیدگی به کار و شرکتش حقشو حتما ادا میکنی. حالا بریم، خیلی کار کردیم.
برو، شب بخیر. Yeah.